رادیو همراه بفرمایید. الو، سلام علیکم. سلام، بفرمایید. خانم دکتر، من دومین باری که من بهتون زنگ میزنم، نفی اول در مورد مسائل دیگه بود، الان ولی در مورد ترس و اضطراب دوست دارم که صحبت کنم باهاتون. بفرمایید. من 50 سالمه و 2 برادر دارم. من امریکا زندگی میکنم، اون دوتا اروپا زندگی میکنن. بعد من تو فیلد مدیکال فیلد هستم، کارم موفق اوکی هستش، ولی مشکل من اینه که دکتر هر روز که از خواب بیدار میشم این ترس، این هارت پالپیتیشن همیشه با من هست. احساس میکنم که الان میخواد یه اتفاق بیفته و most of the time اتفاقایی که میفته، یعنی احساسی که دارم اتفاق میفته، یه چیزی اتفاق میفته که چند وقت تو زندگی من افکت میکنه، حال خوبی ندارم. نه نفهمیدم اصلا همچین چیزی که غیر ممکنه که من 365 روز بلند شم فکر کنم یه اتفاق بدی میفته. همیشه همینطورم دکتر، همیشه همینطورم. بعد الان روی اون دارو هستم. نه، سب کنید، آخه من اصلا نفهمیدم اتون. بله، شما چطور میتونید مدعی بشید که من 365 روز سال رو بیدار میشم، صبح این وضعیت دارم، بعد یه اتفاق بدی هم میفته؟ تو زندگی هیچ کس 10 تا اتفاق بد هم نمیفته تو 365 روز که هر روز اتفاق من میفته. هر از گاهی میگم که یه اتفاق یعنی بدی هم برام میفته که افکت میکنه، یعنی نه. همیشه 365 روز 365 روز اتفاق نمیفته، ولی خب اتفاق میفته. خب برای مثلا در سال 2-3 بار. جانم، خب تو زن اون زن هیچ ارتباطی به فکرهای شما نه. ببینید از شما یه رابطه علت و معلولی برقرار میکنید که بی‌معنی است. من 365 روز بیدار میشم میکنم یه اتفاق بدی میفته، تو زندگی کسی 7 دفعه که دیگه، 9 دفعه که دیگه، 14 دفعه، ولی هیچ ارتباطی به خیالات و فکرهای من نداره. برای که اون 360، اون 1000 نفر دیگه که هر روز صبح بلند میشن این فکرها رو ندارن، هم این اتفاقات تو زندگیشون میفته. شما همینجا به من دارید میگید که یه نظام عقلی و استدلالی غلطی دارید عزیز. شما هزار تا آدم، سب کنید، هزار تا آدم صبح بیدار میشن ابدا هم ناراحت نیستن، نمونش من، ولی تو زندگیشون 5 دفعه، 10 دفعه، 20 دفعه توی سال اتفاقات بدی میفته. شما هم رو دیدن که من صبح بیدار میشم یه احساس بدی دارم، بعدم یه اتفاقی میفته خنده دار اینا. خب شما بله. همینجا نشون میده این چه جور استدلالیست. شما یه دنیایی رو میبینید که نیست. یعنی شما الان دارید یه چیزی رو مرتبط کنید که احساس من واقعیت خارجی است، احساس من اتفاقات بعدی است. روزی که همچی فکری کردید، چون من در زندگیم هر روز روزی 20 تا 30 تا فکرهای بد میکنم، پس 20 تا 30 تا اتفاق بدم به فکر برم ممکنه بیفته، تمام روزم رو خراب میکنم. شما از این حرف در بیارید که ابدا احساس شما، پیشبینی شما، حال بد شما، صوبای شما هیچ ارتباطی به جهان واقعیت و خارج از شما نداره. جهان داره کار خودشو میکنه. به همجاز که همیشه عرض کردم مسئله زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. یه آدمی مثل من که صبح بلند میشه هیچ هم نگران نیست، ظرف یه سال گذشته بس 30 تا اتفاق بدن برش بود. مثلا اینجوری که دکتر میفهمم چی میگید شما، you right، منتها من نمیدونم. دست های من زنگ زدم به شما که من چجوری میتونم با این دیل بکنم. اصلا مثلا چند وقت پیشا به اندازه 2 هفته، یعنی 2 هفته از خواب بیدار میشدم میگفتم که چرا احساس میکنم داری یه اتفاق بدی میفته، چرا احساس میکنم. خب قشنگ روز، یعنی فکر میکنم 14 هم و همون ماه یه اتفاق برای من افتاد که اصلا غیر قابل پیشبینی بود. خب بچه عقلتون رو باید بدید برای تعمیرات، هیچ ارتباط اینا با هم نداره. چجوری عزیز من چجوری؟ برای که تایید الان شما هنوز ول ندادید، شما تازه الان دارید برای من سند و مدرک میارید که احساستون درسته. عزیز دل، جهان احساس من و شما نیست. هیچ احساس شما از قبل نشان دهنده هیچ اتفاقی نیست. یه آدم آرومی مثل من که اصلا هیچ صبحی بیدار نمیشه با فکر بد، تو زندگیش 30 دفعه ای بس و ظرف سال گذشته اتفاق بد افتاده. شما دارید باز هنوز دست از این مسخره بازی ذهنی بر نمیدارید
که من احساس میکنم، حالا بیا برات نمونه بگم، یه احساسی همینجوری میامد یه چیزی میشه، روز 14 شد، من دیگه اصلا با شما بحثی ندارم. این درست بگیر مثل اینکه من دیشب خواب دیدم نمیدونم هیتلر و استالین اومدن خونه من، به خدا اومده بودن، اینا نمردن، بی خودی میگن اینا مردن. مشکل اینه من با که یه اصلا من آدم خواب نمیبینم. نه، حالا رفته چون بحث من راجع به خواب نیست عزیزم، من حرفم این است که اصلا نظام عقلی و استدلالی شما درست کار نمیکنه ابدا. شما اصلا تفاوت جمع و ضرب و تفریق و نمیدونم تقسیم و اینا رو هیچی نمیدونید قربونه. من میگم 10 تقسیم بر 2 میگید 102 و از کجا اومده؟ خب میسازید. خب یه همچی آدمی معلومه یه دنیایی داره بسیار سیاه و تاریک و وحشتناک. یعنی روزی که من بخوام به احساسم فکر کنم عزیز، همه ی آدم ها لطفاً برزم اقلن روزی 100 دفعه فکرای بد، خیالای بد، مطالب بد به ذهنشون میاد. بچه هم تصادف نکنه، مادرم یه دفعه نمیره، یه دفعه اوضاع اقتصادی خراب نشه، روزی 100 دفعه، ولی این چه ارتباطی به واقعیت داره؟ هیچ. و شما با گفتن این موضوع، بنابراین معلومه که شما از زندگیتون ناراضی، صبح که بیدار میشید باید درگیر فعالیت ها، کارا، رفتاری باشید که اینا رو دوست ندارید، درست نمیدونید. یعنی یه آدم خشمگین، طلبکار، ناراضی که رسیده به بحران میان سالی همراه با افسردگی، غم، اندوه، خشم، یه دنیای پر از نومیدی و یأس، اینا رو آورده تو سیستم ذهنیش. بنابراین مسئله یه چیز نیست در شما عزیز، شما احتیاج به دارو درمانی، روان درمانی دارید که از این چایی که خودتون توش انداختید بیاد بیرون. و کوشش هم نکنید به بقیه بگید نگاه و نظرتون درست. خب معلومه من اگر اصلا نه، من اگر یه عینک قرمزی به چشمم بزنم، یه چیز آبی بیاری جلوم، سیاه میبینم، پاشم میستم تا پای مرگ این سیاهه، ولی متوجه نیستم که عینک من قرمزه و این بهم میگن آبیه. خب عینک رو بردارم، خب این آبیه، یه چشم عادی اینو آبی میبینه. بنابراین مسئله شما بیش از اینه عزیز. شما من بفرمایید که ازدواجتون کی بوده، بچه چی دارید؟ بچه نداریم، 22 سال پیش ازدواج کردیم. چرا بچه ندارید؟ مشکل بود، یعنی مشکلات بود خیلی. 14 دفعه IVF کردم، هیچ کدوم موفق نبود و اصلا هم نفهمیدن که چرا و به چه علت، و میدونستن که علت من هستم ولی نمیدونستن که آنان برای دانش پزشکی برای از اوقات جواب خیلی از سوالات رو نداره، میرم یکی از اونا بوده، ولی ببینید واقعا اصلا خب این... نداشتن. خیلی خب، بنابراین این مسئله شماست عزیز. حتی شما من میگفتید که 3 دفعه 5 دفعه امتحان کردم نشده، من میگفتم مسئله ناامیدی، مسئله غمگینی، مسئله بیاعتمادی، بیاعتقادی به چیزایی که بقیه مردم با اونا خوشن، کاملا تو زندگی شما خودشو نشون میده. چرسه این همه مدت و این همه تلاش، یعنی وقتی آدم هی میگه نه، میشنوه نه 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 نه، خب بعد از مدت چی میشه؟ معلومه رها میکنه. اصلا شما شرطی میتونید بشید. به همجاست که حدثم درست بود عزیز. شما صبح که بلند میشید اعتمادی و اعتقادی به این که میشه کارا رو درست کرد یا خوب بشه یا بهتر بشه اون از دست دادید. بنابراین فرض بر اینه که صبح بلند میشیم درست مثل یه آدمی که شکنجهش میکردن، حالا قش کرده، خوابیده، افتاده، بیهوش شده، از هوش به هوش که میاد یا بیدار که میشه میتونه باز دوباره شکنجه شروع بشه و در نتیجه حرفش هم درسته،
برای که همینقدر که بیدار میشه میدونه الان درد و رنج و مشکلات میاد و اونا میاد و اینقدر اینا تکرار میشن که من این پترن و انگاره رو در رابطه علت و معلول در مغزم میذارم. چرا از همون آغاز بهتون حمله کردم که معلوم این نظام عقلی و استدلالی درست نیست؟ و بعدم حتی شما دیدید که با وجود توضیحات بانوی باهوش تحصیل کرده هستید، با وجود همه این توضیحات باز دوباره منو ول نکردید. یعنی گفتید حالا بیزو برات یه مثالم بزنم که مطبع اینم سند من که منو قانع کنید که حرفتون درسته، در حالی که حرف اساسا غلطه. شما خب دنیا رو میخواید اینجوری حس کنید، احساس کنید، باور دارید، هیچ کس به جنگتون نمیتونه بیاد، برای که این تمام وجود شماست اساس، در حالی که سراپا غلط و اشتباهه. یعنی شما یه چیزی رو به یه چیز دیگه تعمین دادید، شما مسائل و مشکلات در یه زمینه رو به همه چیز مرتبط کردید و اینا واقعیت هاییست که کاملا از نظر علمی میشناسیمش. یعنی من اگر تو تحصیلم ناموفق باشم، فرضم برای اینه که توی تجارتم هم، تو ازدواجم هم، تو تربیت بچه هم ناموفقم، دلیل نداره که خلاف این فکر کنم. به هر حال جهان یه سلسله ای هست، یه ارتباطاتی هست، یه چیزی که اینجا خراب شد جای دیگه هم خراب میشه. مگر دو تا پام شکسته که نمیتونم برم فوتبال بازی کنم، جایی برم که بازی نمیتونم بکنم. بنابراین یک کسی باید شما رو تو این زمینه ها کمک کنه که اون هوش و عقلی که دارید در مسائل جزئی و خصوصی و شخصی و احساسی و عاطفی و هیجانی تونم مورد استفاده قرار بدید. و الا میتونم اینو خدمتون بگم که شما از یه نظر 50 ساله اید، ولی وقتی میرسه به مسائل دوربرتون 3-4-5 ساله اید. یعنی اونان که کاملا غلبه کردن و شما رو اونجا نگه داشتن. چرا اونجا استاک شدید نمیدونم. یعنی شما به موضوع اتفاقات دوربرتون مثل یه دختر 3 ساله نگاه میکنید، نه یه بانوی تحصیل کرده 50 ساله. خب معلومه که نه واقعیست، نه بعدا میدونید مسئله رو به درستی تعریف کنید یا بعدا مسئله رو حل کنید یا پاسخی برای پرسش خودتون داشته باشه. برای این توصیه من این است که با یه خانم روانشناسی گفتگو رو داشته باشید، و نه به خاطر اینکه ایشون بیش و بهتر از من نمیدونن، حتما میدونن. این میتونید این مکالمه رو یه جوری چون امشب هم باز پخششه، یا اصلا روی وبسایت ما یا روی اپ رادیو همراه خواهد بود، ضبطش کنید بذارید ایشون بشنون. یعنی بدونن شما اصلا چجوری با من شروع کردید. یعنی شما آمدید گفتید که من برای خودم اعداد رو اینجوری میشوارم: 1, 7, 22, 16, 4, 3, 350, 492، و اینا ترتیب اعداد منه. حالا بیاید جمع کنیم، هیچ وقت به نتیجه درسته میرسیم. دو تا یه چیز دیگه هم که من فکر میکنم شاید که باید عنوان بکنم با شما، این هستش که چون من تک دختر خانواده بودم و همیشه زندگی من یه جوری بوده که هم از لازم زندگی زناشویی و هم از لازم زندگی توی خانواده‌ام با برادرم، پدرم، برادرام، پدرم و مادرم همیشه مشکلات سر دوش من بوده. من یادمی هستم که همیشه باید از اینا نگهداری، یعنی شایدم نمیدونم یا مجبور بودم یا مجبورم کردن عزیز یا شدم. شما متاسفم باخر بخش، شما اصلا در موضع ببخشید خدمتگذاری و کلفتی تو زندگیتون مونده. یعنی این اصلا رول شماست و معلومه وقتی عرض کنم خشمگین، طلبکار، ناراضی، برای که همه چیز ازتون گرفتن، یه مقدار وظیفه و مسئولیت و تکلیف رو شما ریختن، حق و اختیارم به شما ندادن. اگه خواستی دفعه دیگه بیاد بیشتر با هم صحبت کنیم، ولی کاملا پیداست که چی در ذهن شما به هم ریخته است. و لطفا یه روانشناس خوب خانم پیدا کنید باتون کار کنن، و مطمئنم فقط چراغ روشن کنن از این حال میاد بیرون. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باتون صحبت کردم. مرسی دکتر جان، مرسی، دست شما درد نکنه، خدا حافظ شما.